رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران از افزایش ترک خانواده ها توسط مردان و رشد جرم در طبقه متوسط به دلیل ناتوانی در تأمین هزینه های زندگی خبر داد. وی همچنین به کاهش نرخ باروری و پیشبینی ها برای رسیدن به نرخ 2.5 تا سال 1407 اشاره کرد و بر لزوم توجه جدی به مشکلات اقتصادی و اجتماعی تأکید کرد. این شرایط می تواند تأثیرات منفی بر روابط اجتماعی و سلامت روان خانواده ها داشته باشد. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به چالش‌های اقتصادی و اجتماعی موجود از افزایش ترک خانواده‌ها توسط مردان و همچنین افزایش جرم در طبقه متوسط خبر داد. او اعلام کرد که ناتوانی در تأمین هزینه‌های زندگی باعث ایجاد احساس بیکفایتی و نارضایتی از زندگی می‌شود. سید حسن موسوی چلک به تبعات این وضعیت اشاره کرد و گفت در چنین شرایطی ممکن است افراد یک خانواده از پیگیری خدمات درمانی خود نیز غفلت کنند که این امر می تواند بر روابط اجتماعی و سلامت روان آنها تأثیر منفی بگذارد. افزایش نارضایتی در میان خانواده ها و عدم توانایی در تأمین نیازهای اولیه به یک معضل اجتماعی تبدیل شده است. وی همچنین به پیشبینی‌های قانون برنامه هفتم در مورد نرخ باروری اشاره کرد و افزود با توجه به فشارهای اقتصادی و وضعیت فعلی تحقق هدف افزایش نرخ باروری به 2.5 تا پایان سال 1407 به نظر غیر قابل تصور می‌رسد. این شرایط نه تنها به کاهش نرخ باروری منجر می شود بلکه تهدیدی جدی برای بنیان خانواده ها و سلامت جامعه به شمار می آید. به نظر می رسد که نیاز به توجه و اقدام جدی در حوزه های اقتصادی و اجتماعی برای بهبود وضعیت خانوادگی و افزایش سطح سلامت روانی جامعه بیش از پیش احساس می شود. در این راستا سیاست گذاران باید برنامه‌های مؤثری برای حمایت از خانواده‌ها تدوین کنند. حسن جمشیدی خراسانی، نویسنده، پژوهشگر دین، فعال و تحلیلگر سیاسی از مشهد همراه ماست. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای جمشیدی، با توجه به افزایش ترک خانواده‌ها و نارضایتی اجتماعی در کشور، به نظر شما چه اقداماتی می‌تواند به کاهش این روند و بهبود وضعیت خانواده‌ها کمک کند؟ بنده سلام میکنم خدمت شما و بیننده های عزیز شما. جناب آقای محمدی، من اول یک اصلاح بکنم. اون دوست عزیز ما در حوزه مددکاری فرمودن که معضل اجتماعی، من معتقدم نه، معضل نیست، بلکه ما درگیر یک بحرانی، چون راه برون رفتی نداریم. خودشون هم توضیحی که میده، توضیحاتش مبتنی بر بحران نه مبتنی بر مشکل. وقتی که مشکلی در جامعه باشه، خب میشه راه حلی داد از معضل آمد بیرون، ولی وقتی که ما راه حل نداشته باشیم یعنی بحرانه. برای بحران باید فکر دیگه ای کرد، یعنی کار اساسی تر. الان مسئله خانواده در جامعه ایران مسئله نیست، معضل نیست، مشکل نیست، تبدیل به یک بحران شده. میدونید علتش هم کاملا روشنه. یعنی فرد میگه ما آقا بیا برو شما ازدواج بکن، ما برای ازدواج ما به شما وام میدیم. خب وامی که بهش میدیم وقتی که وارد زندگی میشه، بالاخره این وام رو باید پرداخت بکنه. جایی نداره، درآمدی نداره، پولی نداره که بخواد این وام رو برگردونه. او بنده خدا میگفت که آقا اگه من بابت ماشین بدهکار باشم چیکار میکنید؟ بانک میگفت خب ماشین ورم داریم میبریم. میگفت آقا من پول ندارم بیام به شما بدم، زن ها بیان ورداریم ببرین. اینا فهمودین؟ یعنی این نه تنها بحث اقتصادی، اخلاق رو هم از بین برده جناب آقای محمدی. یعنی وقتی که شما پول نداشته باشی، اخلاق نداری، تعهد نداری، مسئولیت نداری، هیچ نداری. اینه که نبی اکرم میفرماید کادن یکون الفقر و کفرا، به خاطر همینه. یعنی وقتی که طرف چیزی نداره، یعنی داد و فریاد فردی به عنوان طبیعت و به عنوان خدا و به عنوان نمیدونم پیغمبر و به عنوان اسلام، کسی که یک انرژی داره، یک نیروی داره. کسی که نیرو نداره، همه داد و فریاداش اینه که شکمش رو سیر کنه. الان اینا مشکل
شکم دارن دیگه. خدا مسئله بعدیشونه، پیغمبر مسئله بعدیشونه، زندگی مسئله بعدیشونه، تو مسائل اولیه زندگی موندن. اینو بفهمید جناب آقای محمدی، ما متاسفانه در جامعه خودمون امور رو، حالا من ایران رو میدونم، بقیه جا رو من نمیدونم، امور رو به دست کاردان و کارشناس نسپردیم. یعنی وقتی که جریان کرونا پیش میاد، به جای اینکه کرونا رو بگیم به بهداشت و درمان و از بهداشت و درمان کمک بخوایم، میفرستیم به سراغ حوزه علمیه. حوزه علمیه شما برای کرونا فکر بکن، اصلا کرونا چه ربطی به حوزه علمیه داره؟ چه ربطی به دین داره؟ مسائل اقتصادی هم همینه. وقتی که دختر خانمی رو ما عقد میکنیم، علمای ما داد میزنن، فریاد میزنن، میگن آقا این خانم حق شیر دادن بچه رو نداره، میتونه برای شیر دادن بچه پول بگیره، برای غذا درست کردن پول بگیره. عزیزان من، وارد این مقوله ها نشید. این مقوله ها مقوله های اجتماعی است، این مقوله ها مقوله های سیاسی است، این مقوله ها مقوله های مردم شناسی است. اینها تابع یک فرهنگ، اینها قوانین نانوشته جامعه است. اگر من به سراغ خانومی برم بگم سرکار خانم، من اومدم به خواستگاری شما، از من نخوا که من سر کار برم، از پنجره منو میندازه بیرون. اگه من برم به خواستگاری دختر خانمی و دختر خانمی بگه ببخشید آقا من میام خونه شما، برای شما غذا درست نمیکنم، بابت هر وعده غذای شما پول از شما میگیرم، خب طبیعیه که من ایشون از پنجره میندازم بیرون. آقا ما زنگ گرفتیم غذا درست بکنه، به بچه برسه، به بچه شیر بده. نکنید این سیستم رو ما به هم ریختیم. زن تکلیف نداره، زن وظیفه نداره، مرد تکلیف نداره، مرد وظیفه نداره. ما وارد یک مقوله شدیم که حوزه های تخصصی ما نیست و حوزه های ما نیست. حالا اومدیم برای راه حلش. خب چه راه حلی میخوام بدیم؟ به طرف میگیم آقا تو برو زن، خدا بزرگ. بله خدا بزرگه، ولی این جامعه ما هم هست، میتونه مشکلات اینا رو حل بکنه. در گذشته اگر من کشاورزی میکردم، پدر من کشاورزی میکرد، اگر که برفرض با خوشحالی مواجه میشد، میگفتیم آقا توکل، سال بعد همین اتفاق میفته و خداوند رونق میده. ولی این الان به بچه هم وقتی که میگم تو بیا برو بابا کشاورزی بکن، میگه ما انگوره که کاشتیم سرما زده، سرمایه گذاری من نخواهم کرد، وقتم رو صرف این کار نخواهم کرد، چون بازده نداره. چیزی که بازده نداره من چرا دوباره بیام این کار رو بکنم؟ در نتیجه آنی که ما الان، یعنی انسانی که ما الان داریم باشون زندگی میکنیم، کسانی هستن که دارن خرج و دخلشون رو با هم دیگه محاسبه میکنن. آیا میصرفه یا نمیصرفه؟ میگه آقا من میرم ماهی 1 میلیون تومان، 2 میلیون تومان، یعنی الان با طبق قانون کار 10 میلیون 11 میلیون تومان درآمد دارم. خب 10 میلیون 11 میلیون جواب کی رو میده؟ نیروی ما رفته دکتر، تقریبا 500 خورده هزینه درمانش شده، تقریبا 30-35% رو بهش میدن، خب بقیهش رو بهش نمیدن. به حال اون که ما 3 میلیون خورده بایستی بیمه بابت همین فرد داده بشه. هیچ کدوم از اینها سازگاری نداره. چرا؟ من خودم معتقدم، یعنی اینی که ما دچار بحران شدیم چون از اول کار رو به کاردان نسپردیم. بله عزیزان من، وقتی که ما توی تیم ملی توی فوتبال و والیبال با مشکل مواجه میشیم، فوری میریم سراغ یک کارشناس خارجی. ولی چرا نسبت به مقوله های اجتماعی، به مقوله های سیاسی، به مقوله های اقتصادی سراغ حوزه های علمیه میریم؟ مگر اینها کاردان هستن؟ مگر اینها کارشناس هستن؟ ما نظام سیاسی نداریم، ما نظام اقتصادی اسلامی نداریم، ما نظام اجتماعی اسلامی نداریم، نظم اجتماعی داریم نه نظام اجتماعی. اینها کسانی هستن که رفتن درسشون رو خوندن. ما برای توسعه دکترای توسعه داریم، فوق تخصص توسعه داریم، برای اقتصاد اقتصاددانهای بزرگ داریم. از اینا کمک بخوایم، از اینا بگیم بلند شین بیان حل و فصل بکنین. دو تا خانم رو میگذارن اونجا، میگن آقا برین شما شوهر بکنید، بچه بیارید، خدا بزرگه. بله شما اگر نباشیدم خدا بزرگه، یعنی خدا بزرگ بودنش به بودن و نبودن ما ربطی نداره. ولی که زندگی اینا میخواد بگذره، زندگی اینا با چی میخواد بگذره؟ من معتقدم که آقا محمدی از دست برنامه‌ریزا در اومد. یعنی برنامه‌ریزی چی رو میخواد بیاد برنامه‌ریزی بکنه؟ بله. چون اصلش و شاهلودش خرابه، بنیادش بر خرابی هست. لذا ما بایستی دوباره طرحی نو در اندازیم و سیستم رو به گونه ای به پیش ببریم که از اول کسی که میخواد وارد زندگی بشه بدونه که وضعیتش چیه، بدونه که درآمدش چیه. همون چیزی که همه جای دنیا نرمش هست، همه جای دنیا اتفاق میفته. شما وارد یک زندگی میشه، هزینه زندگیت مشخص، درآمدت مشخص، اگر کم داشته باشی دولت میگذاره، اضافه داشته باشه دولت از شما به عنوان مالیات میگیره. ولی که ما از مردم به عنوان مالیات میگیریم، ولی این چیزی به مردم پس نمیدید. بله. حسن جمشیدی خراسانی، نویسنده پژوهشگر دین، فعال و تحلیلگر سیاسی از مشهد، ممنونم از حضورتون در این برنامه.